أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر حامیم سوگند به کتاب مبین ما آن را قرآنی فصیح و عربی قرار دادیم شاید شما درک کنید و آن در ام الکتاب نزد ما بلند پایه و استوار است آیا این ذکر را از شما بازگیریم به خاطر اینکه قومی اسراف کارید؟ بسیار پیامبرانی که برای هدایت در میان اقوام پیشین فرستادیم هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر اینکه او را استهزا می کردند ولی ما کسانی را که نیرومند تر از آنها بودند هلاک کردیم و داستان پیشینیان گذشت هرگاه از آنان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است مسلماً می گویند خداوند قادر و دانا آنها را آفریده است من کسی که زمین را محل آرامش شما قرار داد و برای شما در آن راه‌هایی آفرید باشد که هدایت شوید من کسی که از آسمان آبی فرستاد به مقدار معین و به وسیله آن سرزمین مرده را حیات بخشیدیم همین گونه در قیامت از قبرها شما را خارج می سازند و همان کسی که همه زوجها را آفرید و برای شما از کشتیها و چهار پایان مرکبهایی قرار داد که بر آن سوار می شوید و بر پشت آنها به خوبی قرار گیرید سپس هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت پروردگارتان را متذکر شوید و بگویید پاک و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت وگرنه ما توانایی تسخیر آن را نداشتیم ما به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم آنها برای خداوند از میان بندگانش جزئی قرار دادند و ملائکه را دختران خدا خواندند انسان کفران کننده آشکاری است آیا از میان مخلوقاتش دختران را برای خود انتخاب کرده و پسران را برای شما برگزیده است؟ حالی که هرگاه یکی از آنها را به همان چیزی که برای خداوند رحمان شبیه قرار داده به تولد دختر بشارت دهند صورتش از فرط ناراحتی سیاه می شود و خشمگین می گردند آیا کسی را که در لابلای زینتها پرورش می‌یابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست فرزند خدا می‌خوانید؟ آنها فرشتگان را که بندگان خداوند رحمانند مؤنث پنداشتند آیا شاهد آفرینش آنها بوده اند؟ گواهی آنان نوشته می شود و از آن بازخواست خواهند شد آنان گفتند اگر خداوند رحمان می خواست ما آنها را پرستش نمی کردیم ولی به این امر هیچ گونه علم و یقین ندارند و جز دروغ چیزی نمی گویند یا اینکه ما کتابی پیش از این به آنان داده ایم و آنها به آن تمسک می جویند بلکه آنها می گویند ما نیاکان خود را بر آیینی یافتیم و ما نیز به پیروی آنان هدایت یافته ایم و این گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیامبر انذار کننده ای نفرستادیم مگر اینکه ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند ما پدران خود را بر آیینی یافتیم و به آثار آنان اقتدا می کنیم پیامبرشان گفت آیا اگر من آیینی هدایت بخشتر از آنچه پدرانتان را بر آن یافتید آورده باشم باز هم انکار می کنید؟ گفتند آری ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید کافرین به همین جهت از آنها انتقام گرفتیم بنگر
پایان کار تکذیب کنندگان چگونه بود؟ به خاطر بیاور هنگامی را که ابراهیم به پدرش و قومش گفت من از آن که شما می پرستید بیزارم، مگر آن کسی که مرا آفریده که او هدایتم خواهد کرد. او کلمه توحید را کلمه پاینده ای در نسلهای بعد از خود قرار داد، شاید به سوی خدا بازگردند. ولی من این گروه و پدرانشان را از مواهب دنیا بهره‌مند ساختم تا حق و فرستاده آشکار الهی به سراغشان آمد. گامی که حق به سراغشان آمد گفتند این سحر است و ما نسبت به آن کافریم. و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگ و ثروتمندی از این دو شهر مکه و طائف نازل نشده است؟ آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یک دیگر را مسخر کرده و با هم تعاون نمایند. و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری می کنند بهتر است. اگر تمکن کفار از مواهب مادی سبب نمی شد که همه مردم امت واحد گمراهی شوند، ما برای کسانی که به خداوند رحمان کافر می شدند خانه هایی قرار می دادیم با سقف هایی از نقره و نردبان هایی که از آن بالا روند، و برای خانه هایشان درها و تخت هایی زیبا و نقره‌ای قرار می دادیم که بر آن تکیه کنند، انواع زیورها. ولی تمام اینها بهره زندگی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران است. هر کس از یاد خدا روی گردان شود شیطان را به سراغ او می فرستیم، پس همواره قرین اوست. آنها شیاطین این گروه را از راه خدا باز می دارند، در حالی که گمان می کنند هدایت یافتگان حقیقی آنها هستند. تا زمانی که در قیامت نزد ما حاضر شود می گوید ای کاش میان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود، چه بد هم نشینی بودی. ولی به آنها می گوییم هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی ندارد، چرا که ظلم کردید و همه در عذاب مشترکید. پیامبر، آیا تو می توانی سخن خود را به گوش کران برسانی؟ یا کوران و کسانی را که در گمراهی آشکاری هستند هدایت کنی؟ هرگاه تو را از میان آنها ببریم حتما از آنان انتقام خواهیم گرفت. یا اگر زنده بمانی و آنچه را از عذاب به آنان وعده داده ایم به تو نشان دهیم، باز ما بر آنها مسلطیم. آنچه را بر تو وحی شده محکم بگیر که تو بر صراط مستقیمی. این مایه یادآوری تو و قوم تو است و به زودی سؤال خواهید شد. از رسولانی که پیش از تو فرستادیم بپرس آیا غیر از خداوند رحمان معبودانی برای پرستش قرار دادیم؟ ما موسی را با آیات خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم. موسی به آنها گفت من فرستاده پروردگار جهانیانم. هنگامی که او آیات ما را برای آنها آورد به آن می خندیدند. ما هیچ آیه و معجزه ای به آنان نشان نمی دادیم مگر این که از دیگری بزرگتر بود، و آنها را به انواع عذاب گرفتار کردیم شاید بازگردند. وقتی گرفتار بلا می شدند می گفتند ای ساحر، پروردگارت را به عهدی که با تو کرده بخوان تا ما را از این بلا برهاند که ما هدایت خواهیم یافت و ایمان می آوریم. اما هنگامی که عذاب را از آنها برطرف می ساختیم،
پیمان خود را می شکستند. فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت ای قوم من، آیا حکومت مصر از آن من نیست و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟ آیا نمی بینید؟ مگر نه این است که من از این مردی که از خانواده و طبقه پستی است و هرگز نمی تواند فصیح سخن بگوید برترم؟ اگر راست می گوید، چرا دستبندهای طلا به او داده نشده؟ یا اینکه چرا فرشتگان دوشا دوش او نیامده اند؟ فرعون قوم خود را سبک شمرد، در نتیجه از او اطاعت کردند. آنان قومی فاسق بودند. اما هنگامی که ما را به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفتیم و همه را غرق کردیم. آنها را پیشگامان در عذاب و عبرتی برای آیندگان قرار دادیم. و هنگامی که درباره فرزند مریم مثلی زده شد، ناگهان قوم تو به خاطر آن داد و فریاد راه انداختند و گفتند آیا خدایان ما بهترند یا او؟ اگر معبودان ما در دوزخند، مسیح نیز در دوزخ است، چرا که معبود واقع شده. ولی آنها این مثل را جز از طریق جدال برای تو نزدند. آنان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند. مسیح فقط بنده ای بود که ما نعمت به او بخشیدیم و او را نمونه و الگویی برای بنی اسرائیل قرار دادیم. و هرگاه بخواهیم به جای شما در زمین فرشتگانی قرار می دهیم که جانشین شما گردند. و او مسیح سبب آگاهی بر روز قیامت است، زیرا نزول عیسی گواه نزدیکی رستاخیز است. هرگز در آن تردید نکنید و از من پیروی کنید که این راه مستقیم است. و شیطان شما را از راه خدا باز ندارد که او دشمن آشکار شماست. و هنگامی که عیسی دلایل روشن برای آنها آورد گفت من برای شما حکمت آورده ام و آمده ام تا برخی از آنچرا که در آن اختلاف دارید روشن کنم. پس تقوای الهی پیشه کنید و از من اطاعت نمایید. خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، تنها او را پرستش کنید که راه راست همین است. ولی گروه هایی از میان آنها درباره مسیح اختلاف کردند و بعضی او را خدا پنداشتند. وای بر کسانی که ستم کردند از عذاب روزی دردناک. آیا جز این انتظاری دارند که قیامت ناگهان به سراغشان آید در حالی که نمی فهمند؟ دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند، مگر پرهیزگاران؟ ای بندگان من، امروز نه ترسی بر شماست و نه اندوهگین می شوید. همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم بودند، آنها خطاب می شود شما و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید. این در حالی است که ظرفها و جامهای طلایی را گرداگرد آنها می گردانند و در آن آنچه دلها می خواهد و چشمها از آن لذت می برد موجود است و شما همیشه در آن خواهید ماند. این بهشتی است که شما وارث آن می شوید به خاطر اعمالی که انجام می دادید و در آن برای شما میوه های فراوان است که از آن می خورید. ولی مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه می مانند. هرگز عذاب آنان تخفیف نمی یابد و در آنجا از همه چیز مایوسند. ما به آنها ستم نکردیم، آنان خود ستمکار بودند. آنها فریاد می کشند ای مالک دوزخ، ای کاش پروردگارت ما را بمیراند تا آسوده شویم. می گوید شما در اینجا ماندنی هستید.
ما حق را برای شما آوردیم ولی بیشتر شما از حق کراهت داشتید که آنها تصمیم محکم بر توطئه گرفتند. ما نیز اراده محکمی درباره آنها داریم. آیا آنان میپندارند که ما اسرار نهانی و سخنان در گوشی آنان را نمیشنویم؟ آری، رسولان و فرشتگان ما نزد آنها هستند و مینویسند. بگو اگر برای خداوند فرزندی بود، من نخستین پرستنده او بودم. منزه است پروردگار آسمان ها و زمین، پروردگار عرش، از توصیفی که آنها می کنند. آنان را به حال خود واگذار تا در باطل قوت ور باشند و سرگرم بازی شوند تا روزی را که به آنها وعده داده شده است ملاقات کنند. او کسی است که در آسمان معبود است و در زمین معبود و او حکیم و علیم است. پر برکت و پایدار است کسی که حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دو است از آن اوست و آگاهی از قیام قیامت نزد اوست و به سوی او بازگردانده می شوید. کسانی را که غیر از او می خوانند قادر بر شفاعت نیستند مگر آنها که شهادت به حق داده اند و به خوبی آگاهند. و اگر از آنها بپرسی چه کسی آنان را آفریده، قطعا می گویند خدا. پس چگونه از عبادت او منحرف می شوند؟ آنها چگونه از شکایت پیامبر که می گوید پروردگارا اینها قومی هستند که ایمان نمی آورند غافل می شوند؟ اکنون که چنین است از آنان روی برگردان و بگو سلام بر شما، اما به زودی خواهند دانست.